سنه 23 آگوست در سود شهر توشکند جریان سودی بلاگر ازبک رستم کریم کریموف رستم شروع گردید. رستم کریم طبق ماده 244 قسم 1 کدکس جنایی جمهوری ازبکستان استحصال، نگهداری، پهن کردن و یا نمایش دادن مواد هایی که به امنیت جامعه و ترتیبات جامعه تهدید می کند، عبدال دونسته می شود. حاضر وقت خود دشو کریم وقت دیده که سیاستن آبارد شو اگر دبلو چون یخشده مسلمان لی یاد رست میکنیم که کریموف رستم بلاگری مشهوری ازبک بوده بر مقابل حکومت ازبکستان چی رژیم کریموف باشد و چی رژیم میرزیایف با تنقید برآمد میکرد. بهار سال جاری پس از جواب ردی آیدی دادن پناهگاه سیاسی حکومت لهستان او را به ازبکستان دپورت کرد. پس از برگشتن به وطن رستم در جریان سعودی آیدی دیده برآمدن شکایت دانشجوی اکادمی اسلامی ازبکستان لویزا مومینجانوا که برای حجاب از دانشگاه خارج شده است فعالانه اشتراک کردن را شروع کرد. دینی دار آدمزه دادم مطرب توریل مشته داده کچه ترامزه کچه توریل از گنه دیشته خانی کورمزه مگه پر مسوز بولده. پس از واخری با معاون رئیس شورای روحانی مسلمانان ازبکستان عبدالعزیز منصور در سنه 8 اپریل که در آنجا یک بلاگری دیگر استناف تلقین حضور داشت، هر دوی بلاگران دستگیر شدند. با قرار دادگاهی ناحیه آلمازار شهری تاشکند، هر دوی آنها طبق ماده های 183 و 194 کدکس ماموری مایده اوباشی به مهلت 15 شبانه روز به حبس گرفته شدند. ولی سنه 23 اپریل به جای آن که دستگیر شدگان را پس از ادای جزای ماموری آزاد کنند، کارمندان حفظ حقوق بلاگران را به خدمات امنیتی دولتی سپردند که آخرین نسبتی بلاگران پرونده جنایی بافته شده آغاز نموده بودند. مقصد از زیارت شورای روحانی مسلمانان ازبکستان محاکمه مسئله رفت آمدی دختران در دانشگاه با حجاب بود. با گفته بلاگران آنها از شورای روحانی مسلمانان ازبکستان خواهش نمودند که از معمای مذکور که اهالی کشور را خیلی ناراحت می سازد کناره‌جویی نکنند و موقع اسلامی خود را نمایش کرده ناموس مسلم زنان و واجبیت پوشیدن حجاب زنان حمایه نمایند. در وقت تفتیشات نزدیکان کریموف نتوانستند با او واخورند. از حمایتگری دولتی که از جانب خدمات امنیتی دولتی جمهوری ازبکستان پیشنهاد شده است کریموف رستم رد نمود. به عقیده مشاهدان جریان سودی سیاسی می باشد. پرونده جنایی نسبت بلاگرانی که ناموس مسلم زنان را حمایه کردند بافته شده می باشد. تایلنگن جزانه مازل کالونیاست اوتاشنی بیگلشنگیزن.